گوش کلاس. سلام، آرزم به حضورتون که بنده موشکاف زربین دستم گرفته بودم و مشغول موشکافی خبرها بودم که یهو دیدم یه ولوله تو نظام افتاده و جک و جونه برای چماق به دست باند خامنه دوباره عربده حجاب و عفاف سر دادن و گوریلای مثل علا کرم آوردن کف خیابون. در همین حین ناگهان چشمم افتاد به تیبیریش، دیدم اونم پیله کرده به مو و حجاب و پوشش. شما جوانها از من جمعه از پدر مادرتون شنیدید که مثلا این رو نپوش یا موهاتو اینطوری درست نکن. آیا نوع پوشش با ناهنجاری های اجتماعی به ذهن ارتباط تنگاتنگ و خاص داره؟ خانمهای رو میدونید که موجودات عجیبی هستن. کسی که پوششش به نوعی باشه، یعنی بد پوش باشه یا به اصطلاح امروزی ها بد حجاب باشه، نگاه های دیگران انرژی منفی میدن بهش. از اون طرف همین تیویریش یکی از تیغکشای دلواپس باند ولایت رو عبور تا گلو باره کنه و هزین حرفا بزنه. خطر بالاتر وقتی است که مسئولین ما بیدارن و منعکس کننده شبیخون فرهنگی دشمن در داخل کشور هست. این خطر اون موقع خیلی بالاتر. یعنی فضای فرهنگی باز باشه یعنی چی؟ یعنی هر کس هر کار دلش خواست بکنه. اینجا هرجومت کدوم آدم عاقلی یا حاکم عاقلی اجازه میده که هر نحوه در واقع رفتار ضد فرهنگی به نام فرهنگ در یک کشوری در واقع رواج پیدا کنه؟ وقتی موشکاف سر نخ این علم شنگر رو گرفت، رسید به زبون اکبر کوسه که این روزا خیلی دراز شده. ما حق نداریم وارد زندگی شخصی مردم بشیم. یکی از آرزوهای من این هست که برای نجات فرهنگ کاری رو انجام بدم. برای اینکه در بحث فرهنگی وقتی در قشر سنتی پیرامون زن، آرایش زن، موسیقی یا فیلم و اینا صحبت میشه، جلسه رو به هم میزنن و خیال میکنن که فرهنگ اینه، در حالی که این از هزارمین مسائل فرهنگ هست. رهبری هم راضی نیستن که در سال فرهنگ ما دنبال این باشیم که کسانی که خوب میخونن و از میدون بدر کنیم یا خانمایی که قیافه زیبایی دارند و نگذاریم ظاهر باشن. اکبر کوسه نگو، کفچ مار بگو. این آخوند قالتاق میخواد با یه تیر 7-8 تا نشون بزنه. هم یه عشوه کوسه‌ای واسه غربیا بیاد، هم یه فیگور حقوق بشری بدون هزینه بگیره، هم لنگ خامنه رو بکشه وسط و پشت جسم ناقص عظما قایم شه. بابا بیمایه فطیر اکبرک، دوره زیرابی رفتن گذشته. خر و خرما رو دیگه یه جا نمیدن. مینیمومش اینه که یه لگد به قبر امام بزنی. کدوم امام؟ این امام. قانون اساسی اسلام باید به دست اشخاصی که یه مقدار لااقل اسلام رو بدونن، یعنی چی؟ علاقه داشته باشن به اسلام، دشمن نباشن با اسلام، به دست اون اشخاصی که اسلام را اصلش مخالف با طریقه های خودشون میدونن، بلکه مخالف با تمدن به اصطلاح اونها میدونن. البته اون تمدنی که اونها میگن مثل تمدن شاه هست دیگه، دروازی تمدن اون. این مقدرات را دست اینها ندند. خب چی شد اکبر کوسه؟ یادت اومد؟ راستی تو اون موقع کجا بودی؟ ور دل امامت نشسته بودی ها؟ چی شد؟ اسم تمدن شاهی رو آورد، گوشت تیز شد، هوس اکبر شاهی کردی. صبر داشته باش، ادامه داره. ببین اون گربه گوری چه روزه‌ای واسه آزادی میخونه. اونایی که علاقه به اسلام ندارند، اینا هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشون معلوم میشد که اینا چی هست. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون هم میکنن.
همچه کاری اگر بشه پوستشون رو مردم میکنن. اینا از آزادی اینا میکنن. آزادی غربی میخوان و این است. امروز اگر یک هم چیزی بشه اینها را ما خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. هیولای حمام دار باش. ما آرزو به دل موندیم که این ملعون یه بار جای فعل و فاعل رو درست بگه. تمدنای اینا این است و آزادی که اونا میخوان همین اینجور آزادی. برم قمار بکنن تو با هم لخت میشن با هم چه میشن. این آزادی، آزادی در حدود قانون است. اصلا ما تا زنده هستیم نمیگذاریم این آزادی هایی که اونها میخوان تا اون اندازه که میتونید اون آزادی ها تحقیق بگیم. ارتحال زد آرزوهای امامتون رو له و لورده کرد. حالا تو کدوم جهنم در رست اون گور بگوری که ببینه ملیجکش چه شکرایی میخوره؟ کجاست که ببینه اکبر جونش واسه ریختن باقی جام زهرا تو حلق سیدلی چه دست و پایی میزنه؟ آخه هر شب خواب اکبر شاهی میبینه. با این حال پیشنهاد موشکاف به کوسه اینه که مدام از این حرفا بزنه. ته خط نه عمامه ولایت باقی میمونه و نه تاج اکبر شاهی. موشکاف